سلام رفقا، من علیزاده هستم و خوش اومدیم به یک ویدیوی بسیار مرموز و ترسناک دیگه. توی این ویدیو میخوام براتون داستان فیلمی رو بگم که در ظاهر به نظر میاد یه فیلم عاشقانه با کلی صحنه های چیزدار هستش، اما بچه ها توی جایی از فیلم انگار از متن فیلمنامه خارج میشن و تو اون دقایق یه سری اتفاق شیطانی و وحشتناکی میفته که هیچ ربطی به روند عاشقانه این فیلم نداره و بلکه برعکس، تو اون دقایق یه سری اتفاق خیلی شیطانی و مربوط به سازمان ایلومیناتی میفته که واقعا خیلی دلهره آوره. حالا خودتون قراره ببینید تو این ویدیو. پس اگه میخوای بدونی این فیلم مرموز و عجیب غریب چیه و کی ساختتش و چه بلایی سر کارگردانش اومد، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. خب بچه ها، فیلمی که میخوام براتون داستان مرموزش رو بگم فیلم آیز وایت شات به کارگردانی استنلی کوبریک هستش که 3 سپتامبر 1999 منتشر شد که خیلی هم ازش استقبال شد. داستان این فیلم راجبه یه زن و شوهر بسیار جذابی به اسم بیل با بازی تام کروز و آلیس با بازی نیکول کیدمن هستش که 9 ساله ازدواج کردن و یه دختر 3 ساله دارن. اینا زندگیشون خیلی خوبه و رابطه خیلی خیلی نزدیکی با هم دارن. حالا اونایی که این فیلمو دیدن یا قراره ببینن میدونن که چقدر صحنه های چیزدار داره. داستان این فیلم از اونجای شروع میشه که بیل و آلیس وارد یه مراسمی میشن همون اول فیلم، اما از همون اول که این دو نفر وارد این مراسم میشن نمادهای خیلی عجیبی و شیطان پرستی روی دیوارا دیده میشن که یکی دوتا هم نیستن. خلاصه این مراسم بالاخره تموم میشه و این دو نفر میرن خونهشون و کارهای روزمرهشون رو انجام میدن و بعدش بیل به یک کافه میره و اونجا رفیق قدیمیشو میبینه. حرفایی که یکم بعد این پیانوزن میزنه خیلی عجیب و مرموزه و مربوط به اون سکانس عجیب غریب هستش که یکم بعد بهتون نشون میدن. خلاصه این دو نفر با هم حرف میزنن، اختلاط میکنن و یکم بعد صحبتاشون به این جای مهم میرسه که پیانیست میگه من امشب یه برنامه دارم. بیل راجع به اون برنامه ازش میپرسه که آدرسش کجاست و پیانیست میگه راستشو بخوای نمیدونم کجاست، اما ساعت 2 شروع میشه، خیلی نزدیک به ساعت 3. تام کروز تعجب میکنه و ازش میپرسه که چرا اینقدر دیر برگزار میشه، یعنی چی که نمیدونی؟ پیانیست میگه بیل که زیاد باورش نمیشه تعجب میکنه و یه خنده ریزی هم میکنه و ازش میپرسه که Nick, I'm sorry. Is there something I'm missing here? پیانیست سرشو خم میکنه، بهش زل میزنه و جوری که بقیه صداشو نشنون بهش میگه I play blindfolded. به نظرتون چرا باید چشماشو ببندن؟ چیزی هست که این نباید ببینه؟ بیل میخنده و باورش هم نمیشه، اما پیانیست ادامه میده و میگه And the last time the blindfold wasn't on so well. Bill, I have seen one or two things in my life, but never anything like this. بعد این گفتگوی عجیب غریب به این پیانوزن زنگ میزنم و آدرس و رمز ورود رو بهش میگن. بیل که خیلی تعجب کرده بود و میخواست اونجا رو با چشمای خودش ببینه بهش میگه You know there is no way on earth that you're going to leave here tonight without taking me with you. I've already got the password. Just give me the address and I'll go there by myself. پیانیست آدرس و رمز ورود رو بهش میده، میره لباسهای مخصوص مراسم رو میخره و بعدش با یه تاکسی میره به اون مراسم، یه جای پرت و جنگلی که تا کیلومترها هیچ خونه و هیچ کسی اطراف اون عمارت نبود. وارد که میشه از تاکسی پیاده میشه، به اون دو نفر که جلوی در بودن رمز رو بهشون میده و وارد حیات اون کاخ میشه. اصلا شبیه خونه نیست، یه جای کوچیک نیست، شبیه عمارت یا یه جور کاخ هستش، خیلی بزرگه. اما بچه ها، اینجا یه نکته خیلی وحشتناکی هست. وقتی که بین میخواد وارد اون کاخ بشه به دستگیره در نگاه کنید. مطمئنم فکر نکنم که براتون آشنا باشه همچین شکلی، اما من این نماد رو چند جای دیگه هم دیدم. علامتی خیلی خیلی شبیه به این تو تریلر فیلم دکتر استرنج 2 و تو انیمیشن سرود کریسمس هست. بچه ها، این نماد تو کارتون کریسمس زنده میشه.
و بعدش عزرائیل تو خواب به این پیرمرد آینده، گذشته و حال خودش رو بهش نشون میده. چون این پیرمرد از بس آدم کج خلق و بد اخلاقی بوده، اینطوری خدا میخواسته تنبیهش کنه تا آدم بهتری بشه. تو تریلر دکتر استرنج 2 یه دری هست که اگه دقت کنید اون دوتا علامت اینجا هم هستن و شایع شده که ویلن اصلی این فیلم دکتر استرنج 2 نایتمر هستش، همونی که به دنیای خواب حکومت میکنه. یعنی هیچ صدمه ای نمیتونه به تو برسونه مگر وقتی که خوابی. نایتمر هم یه جورایی به شیطان ربط داره. هر سه علامت تو هر سه تا فیلم همشون روی در قرار دارن و خیلی خیلی به هم شباهت دارن. پس خودتون که میبینید اصلا تصادفی نیست و کارگردان حتما میخواسته با این کار یه چیزی رو بهمون بفهمونه و فهمونده. حالا در ادامه با اون سکانس میفهمید که چی. یه چیزی که واقعا شوکتون میکنه. خب بریم سراغ ادامه داستان. در رو که باز میکنه دوباره ازش رمزو میپرسن و رمزو بهشون میده. بهش یه شنل مشکی و یه ماسک میدن که اینا رو بپوشه. همین که ماسک رو میزنه یه آهنگ خیلی عجیب غریبی پخش میشه و بیل به سمت اون مراسم میره و در نهایت میرسیم به مهمترین و عجیبترین قسمت فیلم. این قسمت از فیلم همونطور که قبلا هم گفتم انگار مال یه دنیای دیگه است، انگار یکی دیگه کارگردانی کرده. چون اصلا خودتون قضاوت کنید، یه فیلمی که عاشقانه هستش چرا باید همچین سکانسی توش باشه؟ چند دقیقه بعد اون عجیبترین سکانس میاد که خودتون قراره بگید که خب این سکانس چه ربطی به روند عاشقانه این فیلم داره. البته اینم بگم که این قسمت از فیلمی رو که قراره بهتون نشون بدم هنوز اون سکانس عجیب غریب و وحشتناک نیستش. چند دقیقه بعد به اون قسمت هم میرسیم که خیلی عجیب غریبه واقعا. وارد که میشه میبینه افراد با شنلای مشکی دور تا دور جمع شدن، انگار که دارن یه جور مراسم یا یه جور عبادتی رو انجام میدن. اون وسط یه مرد قرمز پوش که انگار رئیسشونه داره راه میره و یه چیزایی میگه، یه چیزایی که ما نمیتونیم بفهمیم و معلوم نیست دقیقا داره چیکار میکنه. اینم بگم که رنگ قرمز خیلی وقتا نشونه نابودی و شرورته. اینجا تمام آدما ماسک دارن، انگار که نمیخوان شناخته بشن. همه ماسک دارن اما به جز این پیانیست. این همون آدمیه که نیم ساعت پیش با بیل داشت راجع به این مراسم حرف میزد. واسه چندین دقیقه این مراسم ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون قرمز پوش عصاش رو یه بار میکوبه زمین. و اون آدم های شنل پوشی که دورشن لخت میشن. دوباره ساش رو میکوبه زمین و این زن ها شروع میکنن همدیگر رو بوسیدن، اونم از رو ماسک. بعد تموم شدن این بوسیدن هر کدوم از زن ها پا میشن و میرن یه مردی رو واسه خودشون انتخاب میکنن و میبرن که یکی از این زنها هم میاد به سمت بیل. با هم راه میرن و اینجا زنه به بیل میگه که تو به اینجا متعلق نیستی. این زنه اصلا از کجا میدونسته که بیل به اینجا متعلق نیست؟ یکم که این دو نفر با هم حرف میزنن یه مرد دیگه میاد و این زنها با خودش میبره به سمت طبقه بالا و بیل تنها میمونه. پس چیکار میکنه؟ شروع میکنه این عمارت رو، هر اتاقش رو میگرده. وارد حدوداً 6-7 تا اتاق میشه و وارد هر کدومشون که میشه میبینه که داره اتفاقای خاک بر سری توشون میفته و اون آدمایی که شنل مشکی دارن اطرافشون وایستادن و دارن تماشاشون میکنن. وارد آخرین اتاق که میشه و همینطور که داشته تماشاشون میکرده اون دختره میاد و اینو میبره یه گوشه ای و بهش میگه You realize the danger you're in now. You can't fool them for much longer. You've got to get away before it's too late. همون لحظه که این زن میره یه مرد میاد و بهش میگه تام کروز یا همون بیل دنبالش میره و اتفاق میفته که نباید میافتاد. رفقا اون لحظه، اون سکانس خیلی عجب غریب و خوفناک و استرس آوری که همه ما منتظرش بودیم رسید. این همون سکانسی هستش که انگار از فیلم نامه خارج میشن و وارد یه دنیای دیگه میشن. اون مرد بیل رو میاره به همون اتاق قبلی.
میبینه که همه بهش زل زدن، انگار که همه میدونن که این جزء اونا نیست. اینجا یه نکته ای هست، اینجا که دوربین داره ماسکا رو نشون میده، این ماسک از همشون عجیب تره. خب نماد ایلومیناتی همونطور که میدونید یا نمیدونید مثلثی شکله و طرح و شکل ماسک این آقا مثلثی شکله و خیلی هم عجیب غریب ماسکش. نه تنها ماسک این آقا، بلکه تموم ماسکایی که این آدما دارن خیلی عجیب غریبن واقعا. اون قرمز پوش از بیل میخواد که بیاد جلو. ازش رمزو میپرسه. بیل بهش رمزو میگه. اما اون آدم ناشناخته میگه که این رمز ورود نیست. بیل بهش رمزو میگه، اما اون قرمز پوش میگه این رمز واسه ورودیه امارات هستش. من ازت رمز خونه رو میخوام. بیل به منمن میفته، هول شده، نمیدونه چی بگه. ازش میخواد که ماسکش رو در بیاره. بعد اینکه ماسکش رو در میاره، اون قرمز پوش ازش میخواد که لباساش هم در بیاره. بیل تعجب میکنه، ازش خواهش میکنه که از این کار منصرف بشه. اما اون قرمز پوش ناشناخته دوباره اصرار میکنه. وسطای حرفشون اون زنه میاد، همون زنی که بیل باهاش چندین بار حرف زده بود. مرد قرمز پوش قبول میکنه و میگه که تو آزادی، اما به یه شرط. میگه تو آزادی، اما اگه راجب این مکان و آدماش تحقیق کنی و یا اگه یک کلمه به کسی راجب این مکان و آدماش و چیزایی که دیدی چیزی بگی، عواقب خیلی وحشتناکی در انتظار تو و خانوادت خواهد بود. You are free, but I warn you. If you make any further inquiries or if you say a single word to anyone about what you have seen, there will be the most dire consequences for you. به نظرتون چرا نباید راجب اون مکان و آدماش تحقیق کنه و یا به کسی راجب اون مکان و کارهایی که داشتن میکردن چیزی بگه؟ مگه چه اتفاقی میتونه بیفته؟ مگه چیکار میکردن؟ اما هنوز قسمت ترسناک ماجرا تموم نشده. بعد این حرف یه آقایی با یه ماسک خیلی عجیب غریب میاد و این زن رو با خودش میبره. اما ازتون میخوام که به ماسکش دقت کنید. شاید خیلیاتون بگید که خب یه ماسک معمولیه، اما نه، یه ماسک معمولی نیست. دارک ویب این ماسک رو واسه قتلاش و کارهای وحشتناکش استفاده میکنه. شاید با خودتون بگید که این حرفا بر اساس چی میزنی؟ مدرک چیه؟ خب در جواب این سوال باید بگم که من الکی چیزی رو نمیگم. اگرم میگم مدرک دارم واسش و واسهتون الان اثبات میکنم. من توی یکی از ویدیوهام که چندین ماه پیش آپلود کردم که اگه هنوز اون ویدیو رو ندیدید این بالا لینکش میاد، بزنید روش، خیلی خفنه ببینید. توی اون ویدیو داشتم با یه موجودی حرف میزدم. اون موجود یه فیلمی رو واسم فرستاد که توی از صحنه هاش دو نفر کنار هم وایسادن و سمت چپی زنه و سمت راستی یه مرده. هر دو ماسک دارن. ماسکی که این آدم سمت راستی داره خیلی خیلی شباهت داره به اون ماسکی که توی این فیلم این آقا زده. و دوم اینکه بازم این دوتا صحنه خیلی خیلی به هم شباهت دارن. توی یکی از اون صحنه های اون کلیپی که اون موجود واسم فرستاده بود، دو نفر کنار هم وایستادن که یکیشون زنه و یکیشون مرده و هر دو ماسک دارن. توی این فیلم هم دو نفر کنار هم وایستادن که یکیشون زنه و یکیشون مرده و هر دو ماسک دارن. من نمیدونم دیگه چی بکن. اینجا بیل ازش میپرسه که چه بلایی سر اون زن میاد و مرد قرمز پوش میگه change her fate now. بین دیالوگ دقت کنید. When a promise has been made here, there is no turning back. میگه وقتی تصمیمی اینجا گرفته میشه دیگه راه برگشتی نیست. بچه ها وقتی که سازمان ایلومیناتی یه تصمیمی رو میگیره یا یه حرفی رو میزنن، همون باید اتفاق میفته و راه برگشتی هم نیست و هیچ کس هم نمیتونه رو حرفشون حرف بزنه. یعنی اینا به کل دنیا حکومت میکنن و هیچ کس رو دست اینا نیست.
میدونم خیلی ترسناکه. همونطور که دیدید اون جمله خیلی شباهت داره به کاری که این سازمان ایلومیناتی انجام میده. حالا یه سری میگن که سازمان ایلومیناتی چندین سال پیش از بین رفته و دیگه وجود نداره. اما به نظرتون همچین سازمانی که پرقدرت ترین سازمان کل دنیاست همچین قدرتی رو نداره که بیاد از بین رفتن خودش رو صحنه سازی کنه؟ خلاصه بعد این گفتگو بیل بهشون میگه باشه من چیزی نمیگم و میره خونه‌شون و داستان عاشقانه فیلم ادامه پیدا میکنه. اینجوری بهتون بگم که انگار داستان فیلم داشت اینجوری پیش میرفت، عاشقانه و روون، تا اینکه وسطای فیلم یهو داستان فیلم کج میشه و دوباره داستان فیلم به همون روال قبلی برمیگرده. انگار یه جورایی از فیلم نامه خارج شدن و کسای دیگه داشتن حکمرانی میکردن. خب چه بلایی سر کارگردان این فیلم اومد؟ به نظرتون زنده موند؟ این فیلم 3 سپتامبر 1999 منتشر شد و درست 6 ماه قبل منتشر شدن این فیلم استن کوبریک یا همون کارگردان این فیلم میمیره، اونم با سکته قلبی. خب یه تئوری اینجا هست که خیلی ها میگن استن کوبریک یه چیزایی دیده بود و یه چیزایی شنیده بود که میخواسته اینا رو به نحوی به مردم نشون بده، واسه همین اومده تو فیلم آیز واید شات که خیلی هم یه فیلم عاشقانه با کلی صحنه‌های چیزدار هستش، اومده وسطای فیلم اون سکانس‌های وحشتناک و عجیب غریب با دیالوگای خیلی عجیب‌تر گذاشته که هیچ کسی هم بهش شک نکنه. اما متاسفانه سازمان ایلومیناتی بهش شک کرد و اومد 6 ماه قبل از منتشر شدن این فیلم استن کوبریک یا همون کارگردان این فیلم رو از بین برد، اونم با یه مرگ طبیعی که هیچ کسی بهش شک نکنه. اما به مدت زمان مرگش دقت کنید، 6 ماه قبل منتشر شدن این فیلم. 6 اشاره داره به 6 تا از اعضای سازمان ایلومیناتی که به کل دنیا حکومت میکنن. سازمان ایلومیناتی هیچ چیزی رو بدون هیچ هدفی انجام نمیده. ازتون میخوام بچه‌ها برید کامل این فیلم رو ببینید و خودتون متوجه میشید که اون سکانس ها و دیالوگ ها هیچ ربطی به روند عاشقانه فیلم ندارن. خب بچه‌ها ویدیو تا اینجا بود، مرسی از اینکه تماشا کردید. یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره. منتظر ویدیوهای خفن بعدی باشید که خیلی خیلی ویدیوهای خفنی تو راهه. حالا اونایی که منو میشناسن میدونن چی میگم. همین، تو ویدیو بعدی میبینمت. Peace.